به نام خداوند سلام مجدد عرض میکنم محضر دوستان، عزیزان، صاحب نظران و صاحب نفسان، خانم ها و آقایان ایرانی و ایمانی که در این محضر خجسته حضور دارند. از آمدن یکایک سپاسگزاری میکنم و مباهی و مبتهجم که چنین توفیق عظیمی رو برای حضور در این محفل داشتم. سخن امروز ما درباره برترین مفهوم انسانی است که مکشوف عاقلان و عارفان افتاده است. بهتره الان؟ متشکر. پس مجدداً سلام عرض میکنم و مجدداً اظهار سپاسگزاری میکنم. مجدداً عرض میکنم که برای من توفیق بزرگ و شایسته‌ای بوده است که به محضر شما بشتابم و در این محضر مبارک و بزم معنوی و روحانی شرکت بجویم. بحثی که امروز در پیش داریم و به محضر شما ارائه خواهم کرد درباره مقوله است که حقیقتاً برترین امر، برترین مقوله و برترین حقیقتی است که به چنگ بشریت افتاده است و آن عبارت است از مقوله عشق. دیروز درباره اخلاق سخن گفتیم و به تفصیل هم سخن گفتیم، گرچه نکته های ناگفته بسیار ماند. امیدوارم اون مقدمه مشوقی باشد برای صاحب نظران و جستجوگران که به دنبال اون مسئله بروند و انبان تحقیق خود رو آکنده تر کنند و هم برای خود ارمغانی به دست آورند و هم دیگران رو از اون متاع گرانبها ارمغانی بیاورند. اخلاق با عشق نسبتی دارد و این نسبت انشاءالله به تدریج در طول سخنان من آشکار خواهد شد. حقیقت این است که شما وقتی با دریای عشق روبرو می شوید چنان حیرتی به شما دست می دهد که به جای اینکه نطق شما رو بگشاید گاه لبهای شما رو به هم می دوزد و به حیرتی دچار می شوید که سخن گفتن از آن برای شما مشکل خواهد بود. مولانا که مرد زبان آوری بود و همه این زبان آوری خود رو از عشق آموخته بود، خود به بیزبانی خود در محضر عشق اعتراف میکنه و به ما میگوید که عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. یعنی که برای شناخت این مقوله مهم راهی جز مواجهه مستقیم با آن نیست. هیچگاه نمیتوان اون رو از طریق الفاظ، از طریق اشعار، از طریق خواندن کتاب‌ها یا شنیدن سخنرانی‌ها به دست آورد. تجربه مستقیم این واقعیت فربه و مهم بهترین، درست‌ترین و شاید یکتا راه شناختن آن است. و همین مولانا به ما میگوید که در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. دریایی است که قعر آن معلوم نیست. اصلا اگر این مقوله نبود من نمیدانم چگونه شاعری و هنرمندی در جهان پدید می آمد. عموم شاعران بزرگ ما که متفکران ما هم بودند، کسانی که زبان ما رو گشودند
و به ما حرف زدن رو یاد دادن، اونها همشون معترفند به این که اگر جرعه ای از خون عاشقی نچشیده بودند زبان گویایی پیدا نمی کردند و دهانشون به شعر گفتن و به دور سفتن باز نمی شود. حافظ می گوید که مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. یا بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این عشق بی زبان زبانها رو باز می کند، چشمها رو باز می کند، حرفهای یاد ما می دهد که در فلسفه یاد یافته می شود، در دین یافت نمی شود، در علم و ریاضیات و فیزیک و نجوم و غیره یافت نمی شود. پاک یک جهان دیگری است که اگر آدمی آن را کشف نکند و برای مدتی در آن زیست نکند و از دنیا برود، محروم و تهیدست از این عالم رفته است. برای شما خواندم از حافظ در اون غزل مشهورش که با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست از سرکشی، زمانی با ما نمی نشستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یعنی در کارگاه هستی، در این کارخانه وجود، یک نقش اصلی وجود دارد که در این زندگی کوتاه باید اون رو دید و اون رو خواند. و اگر کسی نبیند و نخواند، کور و بی نصیب از این عالم رفته است. زندگی کرده است اما یک زندگی تهی و بی حاصل و با دست خالی هم جهان رو ترک گفته است. حقیقتاً این چه چیزی است که شاعران ما این همه درباره اون سخن میگویند؟ گیرم که پاره از اونها تقلیداً سخن گفته باشند که چنین هم هست، یعنی بدون اینکه خودشون تجربه ای داشته باشند از نوشته دیگران رونویسی کردند، حرفی رو که دیگران گفتند اینها تقلیداً مقلدانه تکرار کردند. ولی بالاخره هر مجازی به حقیقتی می‌پیوندد و هر تقلیدی ریشه از تحقیقی می‌گیرد و هر اقتباسی به یک سرچشمه اصیلی و با اصالتی متکی و مبتنی است. یعنی جایی، کسی، چیزی از این عالم بویی برده است و پس از آن این رائحه توسط او منتشر شده است و دیگران را هم مست کرده است، خواه مقلد باشند و خواه محقق. این چه بوده است که چنین مستی در عالم افکنده است و چنین مستانی رو پرورده است که یکی از اونها مولوی است، یکی از اونها حافظ است؟ و وقتی که ما جهان رو روشن به چراغ وجود اینها می‌بینیم، به وجد می آییم و زندگی ما حقیقتاً معنا پیدا می کند، بدون اینکه خودمون بدانیم، بدون اینکه خودمون درک روشن و صریحی از او داشته باشیم. شما عشاق رو از صفحه تاریخ حذف کنید، این زندگی پاک بی‌معنی خواهد شد. ممکن است فیلسوفان رو حذف کنید، ممکن است ساینتیست ها رو حذف کنید. به گمان من زندگی همچنان معنا خواهد داشت، البته کم و کسری هم خواهد داشت، اما شما مقوله عاشقی رو حذف کنید، اونگاه آدمیت چیزی کم خواهد داشت و زندگی هرگز به سقف کمال خودش نخواهد رسید. لذا این بزرگان متاعی رو به ما عرضه کرده اند، کالای گرانبهایی رو در اختیار ما نهادند که هیچ جای دیگر پیدا نمیشن. سعدی میگفت ای دوست برو به هر چه داری یاری بخر و به هیچ مفروش. خب
گر دنیا و آخرت بیارند که این هر دو بگیر و دوست بسپار، ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سیاه خود نگه دار. چرا این رو می گفت و چرا به ما توصیه می کرد که حتما یک معشوقی در زندگی داشته باشید و به هر قیمتی که خواستن از شما بخرند اون رو مفروشید، برای اینکه برتر از بهاست، برتر از قیمت گذارید. اینها چیزهایی است که چشم ما رو باید باز کند، سوال باید در ما ایجاد کند. اشعار خیلی زیبا هستند، خیلی دلربا هستند و ما با شنیدن اونها هم فرحناک میشیم، طربناک میشیم. خب آیا نباید یک بار از خودمون بپرسیم که این چه چیزی است که حتی اسمش، نامش این همه طرب میآورد، این همه فرح میآورد؟ یه خودش پس چی؟ به قول مولانا، باده خاک آلوده هان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. خب در درجه اول باید رفت و دید چه کسانی بودند که از این خم نوشیدند. از زبان اونها باید شنید که این چه نعمت بزرگی بوده که خدا در اختیار اونها قرار داده. و ثالثاً نباید نشست و تماشا کرد و حیرت زده بود و فقط به به و چهچه کرد یا حسرت خورد، بلکه باید در سید کردن او، به چنگ آوردن او، نزدیکتر شدن به او هم همتی ورزید، جهدی کرد، جهادی کرد، تا بلکه به قول حافظ، ناخوانده نقش مقصود از این جهان نرویم، بلکه با دست پر و به دنبال یک زندگی پر از معنا، پر از کمال و پر از انبساط، پر از نشاط، پر از بهره و پر از فائده. این اصل مطلب است. حالا سخن ما این بود که نسبت عشق با اخلاق چیست. در تعقیب و تکمیل سخنان دیروز به یادتون میآورم که شما اگر ارسطویی باشید، اخلاق شما عبارت است از انتخاب میانه یا حد وسط. در تقسیم بندی ارسطویی در کتاب نیکوماخوس که کتاب اصلی اخلاق ارسطو است، در آنجا میگوید که هر فضیلتی در میان دو رذیلت نشسته است که حد وسط است. رذیلتی که افراط است در دست راست، رذیلتی که تفریط است در دست چپ، و فضیلت در میان آنها نشسته است. با یک چنین تقسیم بندی و با چنین معیاری موفق می شود یک نظام سامانمند سیستماتیکی از اخلاق، یعنی فضائل و رذائل اخلاقی به دست ما بدهد. مثال بسیار ساده آن همون شعر ساده سعدی است: نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. اگر آدمی پرخوری کند رذیلت است، اگر کم بخورد و اونقدر نخورد تا از ضعف جانش براید این هم بد است. فضیلت عبارت است از میانه آن، یعنی بخورد و به اندازه بخورد. فرض کنید فضیلت شجاعت. می گفتن آدمی گاهی بیباک است، بی کله است، بی گدار به آب می زند، این بد است. گاهی ترسوست و اهل خمول است و از مواجهه با حوادث یا خطر کنارگیری می کند، این هم بد است، این جبن است، این ترسو بودن است. فضیلت یعنی بین این دوتا، که همون شجاعت است. شجاعت نه تهور است و بیباکی و نه جبن است و ترسویی، بلکه شجاعت است. فضیلتی است نشسته در میان دو رذیلت. و ها کذا و هلم مجرن، یعنی به طور کلی برای شناخت فضائل باید دو رذیلتی رو که طرفین یک فضیلت است شما بشناسید، از اونها بپرهیزید و به فضیلتی که در میان و حد وسط او نشسته رو بیاورید.
این هم که میگفتند از قدیم که خیر الامور اوسطها، منظور همین است و در حقیقت یک دستورالعمل یا یک معیار ارسطویی است. اگر یک اخلاق جهانی رو شما قبول داشته باشید، صرف نظر از اینکه ارسطویی باشید یا نه، فرمولش همون بود که آوردیم که هم در ادیان از او یاد می شود، هم در آیین‌های غیر دینی، که عبارت بود از این که اون چرا که بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند. و به سمع شما رساندم که این معیار یکی از کارآترین معیارها در انتخاب ارزش‌ها در عالم انسانی است. یعنی حقیقتاً وقتی که شما می‌خواهید بدانید که چه کاری رو باید بکنید، چه کاری رو نباید بکنید، خودتون رو معیار و میزان قرار بدید و اون چرا که بر خود روا نمی‌دارید بر دیگران هم روا ندارید. گفتم که اگر اخلاق دینی رو انتخاب می‌کنید، اونجا هم شما معیاری دارید و اون معیارتون این است که ببینید لازمه تقوا چیست و لازمه بر یعنی پاکی و نیکی چیست. شرم از خداوند بکنید و این شرم رو در خود بپرورانید و از اون طریق بکوشید که یک عبد خائف مطیع باشید. این هم اخلاق دینی است. اگر موافق معیارهای جدید میخواهید یک انسان اخلاقی باشید، یوتیلیتاریان باشید، یعنی به فایده و به نتیجه و پیامد عمل نظر کنید. اون عملی که بیشترین فایده رو فراهم میآورد یا به تعبیر دیگر بیشتر از درد و رنج مردم میکاهد، اون عمل نیکوتر است. و اون عملی که بر رنج و درد مردم می افزاید، اون عمل عمل زشت و نکوهیده است. بر این مبنا می توانید حرکت کنید و کار خود رو به پیش ببرید. اخلاقی بودن همین هاست که گفتم و فرمول هایی است که فیلسوفان کشف کرده اند، متفکران تاریخ بشریت به دست آورده اند و در اختیار ما نهاده اند. آدمی که سنجیده زندگی می کند، این معیارها رو پیش چشم دارد. این چنین نیست که هر کاری خواست بکنه به میل خود یا به هوس خود انجام بده. این که من دوست دارم، حق منه، میل من می کشه، اینا معیارهای اخلاقی نیست. یکی از بدترین چیزهایی که در زمانه ما رایج شده است و لقلقه زبان بعضی ها شده، همین که می گویید که چرا این کار رو میکنی، میگه حق من است، من آزادم که این کار رو بکنم. این معیار اخلاقی نیست. چیزی که حق ماست، چیزی که ما آزادیم انجام بدیم، تازه باید دربارش فکر کنیم که اخلاقی هست یا نیست. حق من است و من آزادم انجام بدهم اولین گام است، یعنی زمینه کار است. البته کاری که حق ما نیست و ناحق است نباید انجام بدیم. خب من ممکن است که حقم باشه، یعنی آزادم که پرخوری کنم، کسی هم جلوی دست من رو نمیگیره، هیچ قانونی هم بر علیه این نوشته نشده است، حالا کار خوبی است که من پرخوری بکنم. این درست نیست که ما فقط بگوییم که آزادم و میتوانم. میتوانم در حقیقت معناش اینه که اختیار دارم، ولی نه اینکه آدمی هر کاری رو که اختیار داشت میتواند بکنه. به قول اون شعری که میگوید نه هر که دارد شمشیر حرب باید کرد، نه هر که دارد پازهر زهر باید خورد. شما پازهر دارید، یعنی میدونید که اگه زهر بخورید، دوشمون پازهر رو بخورید، به شما زیان نمیزنید، ولی خیلی بیعقلی است که زهر بخورید. که چی؟ مثلا شما حق دارید، میتونید پولاتون رو حروم کنید، ثروتتون رو به باد بدید، هیچ کسی هم جلوی شما رو نخواهد گرفت، شما رو به زندان هم نخواهند افکن. ولی آیا این اخلاقی است؟ آیا این فضیلت است که آدم ثروت خودش رو به باد بده و نگذارد که بهره از آن به خودش، به فرزندانش، به دیگر مردم برسد؟ از این قبیل فراوان
میتوان گفت که من آزادم، من حق دارم، که چنان که گفتم یکی از متاسفانه فرمول‌هایی است که بر زبان‌ها افتاده، چقدر میتواند غیر اخلاقی باشه. در واقع تعبیر دیگری است از این که من چنین هوس کردم، من دلم میخواد این کار رو بکنم. و بدترین سخن در مقوله اخلاق همین من دلم میخواد است، من مایلم، من هوس کردم. به خاطر اینکه در اغلب اوقات هوس‌های ما و امیال ما کجن، منحرفن، مگر اینکه ما با تعلیم اونها رو راست کنیم و بر سر اونها بایستیم و با چوب دستی اخلاق اونها رو به جاده مستقیم درآوریم. و الا آدمی اگر به دنبال هوس‌ها و امیال خود روان شود، این جهان جهنمی بیش نخواهد بود. پس انسانی که زندگی سنجیده می کند، این فرمول ها رو در مقابل چشم دارد، یا به حد وسط عمل می کند، یا با معیاری که اون رو قاعده زرین می نامند، یعنی اون چه بر نفس پیش نپسندی نیست، بر نفس دیگری نپسند، به اون عمل می کند، یا شرم و تقوای الهی پیشه می کند و خوف خدا رو مقدم می دارد بر هوس خود، یا به اعمالی دست می زند که بیشترین خوشبختی رو می آورد، یا از بدبختی مردم بیشتر می کاهد. اینها همش اخلاقی عمل کردن است. می بینید که در هیچ یک از اینها سخن از عاشقی کردن نیست. من نگفتم که کار عاشقانه اخلاقی است، نه اینکه اخلاقی نیست، ولی کار عاشقانه فوق طاقت عموم مردم است و به همین سبب تکلیف مالایطاق نمیتوان کرد، از مردمان نمیتوان خواست کاری که در توان متوسط اونها نیست رو انجام بدهند. مولانا در این باب بسیار صریح است، میگوید که حتی پیامبران هم از مردم نخواستند که عاشقی بکنند، از مردم نخواستند که خدا رو عاشقانه بپرستند. پیامبران به یه مینیمومی راضی بودند و اون مینیموم این که شما خدا رو یا به طمع پاداش او بپرستید یا از خوف عقاب او بپرستید، به همین مقدار راضی بودند. پیامبران نذیر و بشیر بودند، یعنی از یک طرف بیم میدادند، از یک طرف دیگر بشارت میدادند، چنین کنید پاداش دارد و چنان کنید کیفر دارد. مولانا میگوید بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. یه در عالم عشق اربابی رعیتی، بندگی و سلطنت مطلقاً حضور و وجود ندارد. بندگی یا بردگی در مقابل یک ارباب بزرگ، یعنی ترس از عقوبت او، میتواند جایگاهی در اخلاق عامه داشته باشد، پای اتوریته رو به میان بکشد و شما رو خائف کند. اما عاشق هیچ وقت از معشوق خودش نمیترسد. لذا بندگی و خوف در عالم عاشقی راه ندارد. از آن طرف شما وقتی که به طمع بهشت، به طمع پاداش عبادت خداوند میکنید و فرمان او رو میبرید، طمع است، طمع مذموم هم نیست، ولی عاشق هیچ وقت به طمعی رو به معشوق خودش نمیآورد، از او توقعی ندارد. عاشق نه میترسد از معشوق خودش، نه طمع میکند در معشوق خود، نمیخواد او رو به خاطر خود به کار بگیرد. عشق او طالب هیچ منفعتی نیست. اگر این باشد وقت تاجری است و تاجری کار عقل است، برای اینکه عاقلی دنبال سود و زیان می رود. و همین سبب اصلا رابطه میان عاشق و معشوق از رابطه‌ای که مبتنی بر ترس است یا طمع است پاک بیرون است. یک رابطه دیگری است که بهترین نام او رابطه انجذاب است، رابطه مجذوبیت است. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. در عاشقی یک مجذوبیتی وجود دارد که برتر از
سود و زیان، محاسبه سود و زیان است. بارها مولوی و شاعران دیگر عقل رو برای ما به تاجر تشبیه کردند. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. تاجری آغاز کردن یعنی چی؟ یعنی محاسبه سود و زیان کردن. این کار رو بکنم سودمندتره، اون کار رو بکنم زیان داره و از این پرهیز کنم و به آن رو بیاورم. اخلاقی که مبتنی است بر ترس، بر طمع، بر یوتیلیتی و بر هر چیز دیگه، در نهایت محاسبه سود و زیان است. به هیچ وجه اشکالی هم ندارد، اما نباید پنداش این آخرین مرتبه از مدارج کمال آدم است. این مقتضای عقلانیت است که مر تو را چون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، آن که در وی مزنه خطر است آنت بر خود حرام باید کرد، وان که بی خوف و بی خطر باشد به همانت قیام باید کرد. خب مولانا میگوید که لاابالی عقل باشد، عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. این که عقل آن جوید که از او سودی برد، این همون مفهوم تاجر صفت بودن عقل است. همه جا در زندگی عاقلانه محاسبه سود و زیان جاری است، حتی در عبادت خداوند، حتی در اخلاقی زیستن. و شخص به خاطر به کار گرفتن عقلش مطلقا مستوجب ملامت نیست. سرمایه بزرگی است که ما داریم و اخلاق عقلانی همان اخلاق محاسبه‌گر است که سود و زیان آدمی رو در این دنیا و اگر به دنیای دیگری هم عقیده دارد، در اون حیات، در اون جهان هم تأمین میکنه. فوق العاده نیکوست و چنان که گفتم حد دعوت پیامبران هم همین بوده است. از مردم بیشتر از این نخواستند که فتووت بخشش بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است. به همین صراحت که مولانا پاکبازی یعنی عاشقی، ملت یعنی دین و مذهب. فتووت بخشش بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است. عاشقی بیرون از دیانت است. خب ملت عاشق ز ملت ها جداست، ملت یعنی مذهب. عاشقان را ملت و مذهب خداست. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. مولانا به صراحت به ما میگوید که عاشقی یک مقوله دینی نیست. عاشق خدا بودن بسیار خوب است، اما پیغمبران اون رو تکلیف نکردند. نه اینکه منع کرده باشند، نه اینکه در رذیلت او سخنی گفته باشند، اما تکلیف نکردند، برای اینکه کاری فوق طاقت و از همگان بر نمی آید. خب یک چنین مقوله‌ای که چنین اهمیت داره، چنین فربه هست که حتی در ظرف دیانت هم نمی گنجد، باید امر مهم می باشد. لذا ما در کنار اخلاق عاقلانه که گفتم که در حقیقت مبتنی بر سود و زیان است، اخلاق عاشقانه هم داریم. می توانید شما او را اخلاق عاشقانه نام بگذارید، می توانید حتی واژه اخلاق رو هم حذف کنید، خود عاشقی رو یاد کنید و از ماهیت او، از اوصاف او، از آثار او سخن بگویید، برای اینکه فی نفسه و به خودی خود یک عالم است و لازم نیست برای او وصف دیگری ما بجوییم. و چنان که گفتم، چنان است که شما با تجربه مستقیم می توانید از او پرده بردارید. خب این نکته نخست. اما نکته دوم که می خواهم خدمت شما عرض کنم و به گمان من اهمیت دارد این است. مولانا یه قصه عجیبی دارد در دفتر پنجم مثنوی.
این قصه عجیب به خاطر این است که به خودی خود قصه ساده و بلکه موهنی است. اما نتیجه گیری هایی که مولانا از این قصه کرده است فوق العاده شگفت انگیز و حیرت آور است. کسی بود، مردی بود که در خانه زنی داشت و کنیزکی هم داشت. یک رابطه نهانی بین این مرد و اون کنیزک هم برقرار بود، اما اون رو پنهان نگه می داشتن. خانم خانه هم خیلی مراقب بود که این دوتا رو با هم تنها نگذارن. روزی خانم و این کنیز با هم به حمام رفته بودند. در میانه حمام و وقتی میان شستشو خانم متوجه شد که صابون رو با خود نیاورده است، یا به تعبیر اون روز گل سرشور. صابون به اونچنان که امروز می‌دانیم هنوز وجود نداشت. کنیزک رو روانه خانه می‌کنه، میگه برو و صابون رو از منزل بیار. کنیزک راه می‌افته که بره به طرف خانه. بعد از گذشتن چند دقیقه یک دفعه این خانم یادش میاد که من چه کاری کردم، چه آتشی روشن کردم، این کنیزک رو فرستادم منزل، خود من هم که نیستم و آقا در منزل است و چه خواهد شد. با شتاب تمام، حالا باید شما قصه رو در مثنوی بخوانید، با شتاب تمام خودش رو میشوید، دیگه صابون و گل سرش رو همه رو فراموش میکنه، خیس خیس لباس خودش رو به تن میکشه، به طرف خانه میدود که بلکه زودتر برسه و از بروز فاجعه جلوگیری بکنه. بقیه قصه رو برید در مثنوی بخوانید. تا همینجاش برای ما کافیست. اما نتیجه میبینید قصه چیه؟ میتوانیدم حدس بزنید که دنباله داستان چیست؟ بسیار قصه ساده، عرض کردم قصه ایست که اصلا شنیدن و نشنیدنش هم اهمیتی نداره. اصلا شما نمیتونید حدس بزنید که چگونه نتیجه گیری اخلاقی، بلکه بالاتر از آن نتیجه گیری عرفانی میشه از این قصه. اما این دستان سحرباف مولانا و این کیمیاگری که خاک رو زر میکرد، به قول خودش کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود، این داستان رو که در حکم خاک بیبهاست میگیرد و طلا میکنه. وقتی که به اینجای داستان میرسد که زن سراسیمه به طوری که دست و پای خودش نمیشه میدوید به طرف خانه، همینجا قصه رو متوقف میکند و نکته های خودش رو بیان میکند. اون نکته این است و شما ببینید که قدرت ابداع و ابتکار این مرد کجاست. میگوید که زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا، ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق، عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرجده. ملاحظه کنید از اینجا مولانا این بحث رو مطرح میکنه، میگه ما انسان خائف داریم، انسان عاشق داریم. این زن به پا میتاخت، میدوید، اما دویدنی برتر از این هم داریم، اون پریدن است. عاشقان میپرند اما خائفان میدوند. میگوید که در نسبت با خدا ما دو طایفه داریم و دو گونه حرکت، یکی حرکتی که از جنس تاختن و دویدن است، یکی حرکتی که از جنس پریدن است. بعد میگوید که کسانی که از روی ترس خدا رو پرستش میکنن مثل اون خائفی هستن، اون زنی که خائف بود و میدوید و با سرعت بسیار میدوید، مثل کسانی هستن که میدوند اما با ترس میدوند، سرعت محدودی دارن. و اما عاشقان هم که به سوی خدا می روند، اونها هم می روند، اما اونا با پر می پرند، با پا نمی دوند. بعد نکته ای رو اینجا اضافه می کنه، یکی این که می گوید ترس
در کیش عشق راهی ندارد. ترس مویی نیستند در کیش عشق، جمله قربانند در پیش عشق. بعد سخن بالاتری میگه، یه عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرجوده. میدونید چرا عشق بر ترس برتری داره؟ میدونید چرا عاشق برتر از بنده خائف است؟ برای اینکه خوف جزء اوصاف الهی نیست. ما نمیگیم خداوند خائف است، فقط اوصاف بندگان است. اما عشق هم وصف بنده است هم وصف خدا. ما میتونیم بگیم خدا هم عاشق است، میتونیم بگیم خدا هم معشوق است. عاشقی در ذات خدا و در دربار خدا هم پیدا میشود، اما خوف، ذره ای از خوف اونجا پیدا نمیشود. خب نتیجه این که آدم عاشق وصفی از اوصاف الهی رو با خود دارد، یعنی شرکت کرده است در محضر الهی و بویی از آن گلستان رو با خود به همراه آورده است. اما بنده خائف، ولو اینکه خوف او هم پسندیده است، اما هرگز به درجه عاشقی نمیرسد، چون عاشقی خدایی کردن است، خدایی بودن است و استفاده بردن از حضور و از عطر حضور الهی است. خب من به دنبال این میخوام یک نکته رو برای شما مطرح کنم و شاید هم یک نیمه نقدی بر سخن مولانا جلال الدین. اینکه عاشقی از اوصاف خداست جای بحثی نیست. خداوند بنده‌هاشو دوست داره. کلمه عشق در قرآن نیامده، در روایات کلمات پیامبر نیامده. اساسا کلمه عشق در اون دوران زیاد رایج نبود، نه در زبان عربی و نه در زبان فارسی. شاید از قرن چهارم پنجم در ادبیات فارسی است که عشق رفته رفته بر محبت، بر مهر غلبه میکند و این واژه رواج تام پیدا میکند، به طوری که امروزه هم ما تو زبان فارسی اگر بگیم مهر، کسی اون قوت و غلظت رو در او احساس نمی کند که در واژه عشق در واقع بدل شده است به یک کلمه‌ای که معادلی ندارد، ترجمه ندارد. من گمان نمی کنم حتی واژه لاو در فرنگی یا لامور در فرانسه، اینا هیچ کدوم اون چیزی رو افاده کنند که ما در فارسی از عشق افاده می کنیم. یک مرتبت و شأنیت بسیار والا و رفیعی پیدا کرد. باری خداوند بندگان خودش رو دوست داره و میتوان به او محب گفت، میتوان به او محبوب گفت، میتوان به او عاشق گفت، میتوان به او معشوق گفت، اشکالی نداره. اما یه فلسفه پشت این هست که اون فلسفه به نظر من خالی از اشکال نیست و باید اون رو مورد مناقشه قرار داد. یه جمله ای رو از پاره از صوفیان نقل کردن که تخلقوا به اخلاق الله، سعی کنید خوهای الهی پیدا کنید، اخلاقتان اخلاق خدا باشد. این جمله خیلی متداول است و در کتابهای اخلاقی، در کتابهای که معارف صوفیانه رو می نویسند فراوان به کار رفت می رود و گاهی هم بسیار به دل می نشیند. آدمی گمان می کند که غایت اخلاقی بودن این است که انسان مثل خدا بشود. بسیار گفتند این رو که الهی بشود، خوهای الهی پیدا بکند. خب به ظاهر کلمه اگر شما نگاه کنید به نظر میاد که بد چیزی هم نیست. به قول مولانا، بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارن در انجام کار. خوی حق دارن، خدا رحیم است، چه بدی دارد که آدمی هم رحیم باشه، اهل رحمت و رحم باشه. خداوند شکور است، چه بدی دارد که آدمی هم شکرگزار باشه، شکرپذیر باشه. بسیار علیم است، حکیم است، خب چه مانعی دارد که ما هم حکمت بیاموزیم، ما هم عالم بشویم؟ به اندازه خدا که نمیشیم، اما به هر حال این اوصاف الهی رو ما هم به اندازه طاقتمون، به اندازه ظرفیتمون در وجود خودمون محقق کنیم. چه مانعی دارد؟ خوی حق پیدا کنیم، الهی بشیم، خدایی بشیم.
به طوری که چنان که گفتم گویی غایت اخلاقی بودن این است که انسان الهی بشود، خدایی بشود. بسیار ظاهر زیبایی داره. ولی من به شما میخوام عرض کنم که این متاسفانه یک فرمول راهزنی است. ظاهر خوبی داره اما باطن ناخوبی داره. بگذارید من نظر خودم رو در یک کلام به شما بگویم. غایت اخلاقی بودن این است که انسان خوبی بشه. من که خدا بشم. ما ظرفیت خدا شدن نداریم. طاقت خدا شدن هم نداریم. بلکه میخواهم به شما بگویم خیلی بد است که انسان به دنبال خدایی صفت شدن برود. خدا شدن یک ملزوماتی داره که مطلقاً در عالم انسانی پیدا نمی شود و اگر کسی جامعه خدایی به تن بکند یک بتی می شود در میان بت‌های دیگر که باید او رو شکست. ظاهر این کلام که اخلاق الهی بیاموزیم گفتم زیباست اما باطن زشتی دارد. ما آدمیان مشخصاتی داریم که این مشخصات در خداوند پیدا نمی شود. اینطور نیست که بگیم اینها نقصان ماست، نه، اتفاقا کمال ما به چیزهایی است که در خداوند پیدا نمی شود و ما به دنبال این کمالات بریم. بذارید من مثال براتون بزنم. ما آدمیانی هستیم اهل فکر کردن. خوبی ما، کمال ما در متفکر بودن است. ولی خداوند متفکر نیست. خدا فکور نیست. برای اینکه فکر کردن یعنی معلومات رو روی هم ریختن و یک مجهولی رو استنتاج کردن و برای خود روشن کردن. اما اگر بنا به فرض و بنا به تعریف خداوند به همه چیز داناست، لذا نه فکر میکند نه احتیاجی به فکر کردن دارد. در حالی که ما هم فکر میکنیم هم احتیاج به فکر کردن داریم و هم کمال ما در فکر کردن است. ما اگر فکر کردن رو کنار بذاریم جامعه آدمیت رو از تن خودمون بیرون آوردیم. لذا در این صفت نمیتوان مثل خدا بود. نباید هم مثل خدا بود. لازمه وجود ما این است که در اینجا مثل خدا نباشیم و این نقصان ما نیست، این صفت ذاتی ماست، همین است که ما هستیم. به همین دلیل یکی از اسماء خداوند متفکر نیست. یکی از اسمهای خدا عالم هست. خدا عالم است، علیم است. در قرآن هم این نام یا این صفت برای خدا آمده، اما فکور، متفکر و اینها نیامده. یکی از کارهایی که ما میکنیم تعقل است، عقل ورزیدن است، به کار گرفتن عقل است. اما خداوند نه عقل داره نه تعقل میکنه و نه مثل ما آدمیان اساسا احتیاج به عقل داشتن داره. هیچ کدوم اینا. اینکه میگیم خدا عقل نداره و بی عقل نقصانی برای او نیست و اینکه میگیم ما عقل داریم و باید عقلمون رو به کار بگیریم هم نقصانی برای ما نیست. این برای ما کماله، برای او هم کماله که عقل نداره و اصلا احتیاجی به عقل هم نداره. ملاحظه میکنید من اگر بخوام مثال بزنم در این زمینه فراوان است. ما میکوشیم تا مالکیتی کسب کنیم. ما نباید مفخور باشیم، نباید پخته خوار باشیم. بکوشیم، اهتمام ببرزیم، به هر حال زحمتی بکشیم و به اصطلاح رزق حلالی به دست بیاوریم. ولی بدون هیچ زحمتی، همه عالم ملک خداوند است. هیچ زحمتی براش نکشید. از هیچ کی هم نخریده. به هیچ کسی هم بدهکار نیست. ما زندگیمون هم بدهکاری و طلبکاری است. بازار همینه. دنبال سود و زیان بودن هستیم و باید هم باشیم. همه چیز برای ما پخته و آماده نیست. اما عالم ربوبی پاک یک عالم دیگری است. اصلا قابل قیاس با عالم انسانی نیست. هیچ چیز قابل قیاس نیست. لیسه که مثل ایشه. هیچ چیزی مثل خدا نیست. بنابراین اوصاف ما هم نمیتواند مثل خدا باشه. قصه ای رو از مولانا نقل کنم. میگوید که یه عارفی بود. بچه هاش میمردن. ولی این هیچ گریه نمیکرد. خم به ابرو نمیورد. از او پرسیدن که شما مگه انسان نیستی؟ عاطفه نداری؟ دل نداری؟ چرا طوری نمیشه وقتی فرزندانت از دنیا میره؟ گفت نه، من اوصاف الهی پیدا کردم و آدم وقتی به خدا نزدیک میشه رحمش هم از بین میره.
واقعا هم درسته، خدا رحم نداره، رحمت داره و اون یه چیز دیگه است. رحم نداره به معنای اینکه دلش بسوزه برای کسی، دل نداره اصلا که دلش بسوزه، عاطفه ندارد خداوند. آخه انسان نیست خدا، یک موجود دیگری است با یه اوصاف ویژه خودش. اون صوفی گفت رحم خود را او همان دم سوخته است کاتش اوصاف حق افروخته است. وقتی که اوصاف خدا، آتش اوصاف خدا افروخته می شود، همه چیز رو می سوزونه، من جمله رحم بشری رو. بنابراین به اعتقاد و به زعم اون صوفی، آدمی هرچه الهی تر می شه از انسان بودن دورتر می شه. این اوصاف بشری که یکیش رحم است و عاطفه است و شفقت است و دلسوزی است و فکر کرده، همه اینا رو می داره کنار، هی خورده خورده ارتفاع می گیره به خیال خودش تا به خدا نزدیک بشه. ملاحظه میکنی که چی چیز وحشتناکی از این میان بیرون میاد. در عالم قدرت همینطوره. ببینید خداوند گفته است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا نمیتواند مورد سوال قرار بگیره، برای اینکه او خودش به نیکی میداند که چه باید بکنه و چه کاری خوب است چه کاری بد است. ما هم زورمون که به او نمیرسه، دستمون به دامن او نمیرسد و او و ما قبول داریم که عادل است، قبول داریم که حکیم است و کارهای خودش رو بر وفق عدالت و حکمت و احسان و کرم انجام میده. شما فکر کنید یک حاکمی بر تخت سلطنت، بر تخت ریاست بنشیند که کم نبودن این گونه حاکم و جامعه خدایی بر تن کند و بگوید که سوال از من نکنید، من پاسخگو نیستم به کسی. لا یسأل عما یفعل، فقط اطاعت کنید، فقط سرخم کنید در مقابل من. ببینید چقدر بده. اینجا همونیست که مولانا در جای دیگه میگه هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که آن برتن کند گردد وبا. الوهیت ردای ذوالجلال است. خود مولانا متفتن به این معنا بوده است، اما مواردی پیش میاد که به نظر من میاد سخنان شبهناک میشه. یکی از جاهایی که مولوی سنگ تمام گذاشته الحق قصه ستایشگریه. این یکی از درسهای بسیار بزرگی است که از قضا مولانا به ما میده در مسئله اخلاق و خدایی شدن. میگه ما خدا رو ستایش میکنیم، بایدم بکنیم، یعنی کسی که خدا رو با اون زیبایی که دارد، با عظمتی که دارد بشناسد، بی اختیار زبان به ستایش میکشند و خیلی هم خوبه. ما اصلا نیاز داریم زیبایی ها رو ستایش بکنیم، هیچ اجبار و تحمیلی در کار نیست. اما آدم همین که چشمش به یک زیبایی میفته بی اختیار ستایش میکنه، میگه سبحان الله، آفرین میکنه. این همه شعرهایی که در زیبایی معشوق سروده شده است، اینها مصنوعی نبوده، زبان بی اختیار به ستایش معشوق گشوده میشه. اصلا آدم دلش میخواد، کیف میکنه از اینکه زیبایی رو مورد تحسین و تقدیر قرار بده. مولوی میگه خداوند هم دوست داره که ستایشش بکنه و این ستایشگری به کمال آدمی اضافه میکنه. اما و هزار اما، میگوید که هنرمندانی که طالب ستایش مردمان، اینها پاشون رو تو کفش خدا کردن و این هلاک آدمی است. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. گوش میکنید چی میگه؟ یه بعضی ها دوست دارن دیگران نسبت به اونا دوچار حیرانی بشن، بگن عجب کار حیرت انگیزی، عجب مرد حیرت انگیزی، شگفت زده بشن، دهانشون باز بمونه، مبهوت بشن، کیف میکنن از این. غیر از اینه، بعضیا از اینکه دو نفر برشون کف بزنن کیف میکنن. حالا اینکه چیزی نمیرسه، کف روی آبه، ولی همین صدای کف زدن یه عده‌ای رو چاق میکنه، بزرگشون میکنه. طالب حیرت مردم شدن، دست طمع اندر الوهیت زدن است، یعنی هوس خدایی کردن است. این به هیچ رو صفت خوبی نیست. به هیچ وجه این گونه هماوردی با خدا کردن یا به ظاهر طالب صفات الهی شدن نتیجه نیکوی نمیده. من میخوام به شما بگم
ما به کمال لائق انسانی باید برسیم، کمالی که در خور آدمیان است. آدمیان یه ظرفیت معینی دارن، وقتی که این ظرفیت پر شد میشن انسان، اونم نه انسان کاملا، کاملا انسان. فرق است بین انسان کامل با کاملا انسان. من این تعبیر رو از جناب آقای خرمشاهی می آورم، وقتی که در کتاب حافظ شناسیشون نوشتن که حافظ انسان کامل نبود ولی کاملا انسان بود. کاملا انسان بود یعنی تمام اون چی که در خور انسانیست، شایسته انسانیست رو میپسندید و بر میگرفت و با او زندگی میکرد. حافظ معتقد بود که زهد ورزیدن و خود رو از نعمات این جهان محروم داشتن، این شایسته انسانی نیست. آدمی باید خوش باشد در این دنیا، باید لذت ببرد. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. این تصریح حافظ بود. به همین دلیل زهد رو فلسفه خوبی برای زندگی نمیدانست. زهد ریایی نوا، اون که اصلا پاک از دایره اخلاق بیرون. زهد رو یعنی محرومیت کشیدن بیهوده رو، این رو هم فلسفه خوبی برای زندگی نمیدانست. میگفت آدمی در این جهان آمده، باید حق زندگی در این جهان رو ادا کنه، حق زندگی در این جهان رو ادا کنه، چنان بزید که او رو برای این جهان ساختن و جهان رو برای او ساختن. پاره از این کج طبعی ها و کج خلقی ها که در اثر محرومیت ها و زهد ورزی های بیهوده است رو فرو بگذارد و رهایی از آنها بگیرد. این معنای آدمی بودن است. لذا شما وقتی که از این مفهوم تخلق و به اخلاق الله بیرون میاید، خود به خود به انسانی بودن نزدیکتر میشوید. آدمی باید آدمی بشود تا اخلاقی بشود. حالا اینجاست که ما میرسیم به این که عاشقی یکی از برترین اوصاف آدمی است. درسته که مولانا میگوید خدا هم عاشقه، اما ما نه به خاطر اینکه خدا هم عاشق میشود باید عشق رو برگزینیم، به خاطر اینکه یک جامعه است، یک قبایی است که به اندام آدمی دوخته. گفتم برای شما وقتی که حافظ میگفت که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، گل آدمی رو با می عشق سرشتند و تعریف آدمی از نظر او موجودی است، حیوانی است، گناهکار و عاشق. این دو تا صفت رو که در کنار هم قرار بدید، آدمی از تو میاد بیرون. در حیوانات نه گناه هست نه عشق ورزی، و به قول مولانا مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. حیوانات خطا هم نمی کنن، گناه هم نمی کنن، اخلاق هم در جهان اونها جاری نیست. همه اینها در عالم انسانی است به دلیل ویژگی هایی که انسان دارد و دیگر موجودات ندارد. نه فرشته دارد و نه حیوانات. فرشته عشق نداند که چیست. این از سخنان حافظ است، برای اینکه اونها موجودات یک سویه‌ای هستند، ولی آدمی که اختیار داره میتواند واجد عاشقی هم بشه. خب در اینجا هم یک مانع رو از پیش پا برداشتیم تا حالا وارد اصل عشق بشه. اصل عشق عرض میشود که تعریف نکردنی است. بنابراین عشق عقل در شرحش چو خر در گل بخود. و شرح عشق و عاشقی هم عشق بود. من در اون باره نمیخوام سخن بگم، چون که به قول حافظ گفت ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند، کان کس که گفت قصه ما همز ما شنید. اگه میخواد قصه ما رو بگه باید ببینه خود ما چی میگیم، از خود من باید بشنوم، دیگری نمیتونه توصیف بکنه. اما اینکه عاشقی با اخلاق چه نسبتی داره، ببینید عشق دو تا خاصیت داره، یکی خاصیت رهابخشی، یکی خاصیت آموزگاری. این دوتا وجه هست که عشق رو برتر از اخلاق می نشاند، عشق رو برتر از دیگر خصوصیات انسانی می شناسد. این دوتا صفت است که عشق رو در واقع همسایه ایمان می کند، و ایمان هم برای ما اینقدر واجد قدر و اهمیت می شود.
شما شنیدید یک جمله‌ای رو که امام حسین روز عاشورا گفت. منقول است که ایشان گفتند که وقتی که حمله کردند به جایگاه خانواده‌ها و زنان و فرزندان، ایشون خطاب کردند به حمله وران و گفتند که ای مردم، اگر شما دین ندارید آزاده باشید. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. من دیدم معمولاً وعاظ بر سر منبر این جمله رو اینطور معنا میکنن. این رو هم گاهی گفتم در سخنرانی ها برای اینکه این کژی رو تصحیح کنم. میگویند که امام حسین گفتن ای مردم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. والا تو کلام ایشون لااقل وجود نداره و اصلا تمام لطف اون کلام، تمام غنای اون کلام به این است که توش لااقل نیست. اگه دین ندارید آزاده باشید، یعنی آزاده بودن عدل دینداری است، مساوی با دینداری است. این چنین نیست که اگر کسی دیندار نبود راهی به کمال نداشته باشه، باید آزاده باشه و این آزادگی همون عاشقی است. غلام خاطر آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد. ببینید عاشقی مهمترین خاصیتی که داره این استش که به شما آزادگی میده، بلکه عین آزادگی است، حتی آزادگی از سود و زیان. شما رو به یه مرتبه میبرد فوق تجارت، فوق بازرگانی در زندگی، حتی بازرگانی با خدا. خیلی خدا رو بر خودشون میخوان، عیبی هم نداره. و من بازم این رو تأکید میکنم، عاشقی تکلیف نیست در این جهان. پیامبران هم تکلیف نکردن، اما چون تکلیف نیست گمان نکنید که بیهوده است و بی ارزش است. نه، خیلی هم با ارزشه. تکلیف کردنش تکلیف فوق طاقت بوده است که نکردن. اما آدمی هر چی خودش رو به او نزدیک کنه و از او بهره مند کنه، حظ او از زندگی بیشتر است. ببینید حتی خدا رو برای خود خواستن عیبی نداره. بیشتر دینداران اینطوریه، دعا میکنن خدای حاجات ما رو برآورد، خدایا ما رو نجات بده، ما رو شفا بده، ما رو روزی بده، بهشت رو به ما بده، ما رو از عذاب نار حفظ کن. بچه بچه که همش هم دعاست، خدا هم قبول داره، اشکالی هم نداره. یکی از رابطه های ما با خدا همین گفتگوها، همین دعا کردن هاست و که توش خودخواهی هم موج میزنه. خودخواهی موج میزنه چون خدا رو بر خودمون میکنه. ولی این خودخواهی مذموم هم نیست، عیبی نداره. ولی فراموش نکنید یه مرتبه بالاتر از این وجود داره و هم که مولانا گفت اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. اون که خدا رو واسه خود خدا میخواد، نه برای خود خورما. این خب چیز خیلی بلندیست، دست هر کسی به اونجا نمیرسه، اما وجود داره و این همون آزادگیست. وقتی که ما میگیم آزادگی، یعنی شما از قید خودتون، از قید سودتون، از قید زیانتون و از هر چی که از جنس تعلق، اتچمنت به اصطلاح به شما می رود، بتونید خودتون رو برتر بکشید. اون چیزی که شما رو این چنین می کند عاشقی است. حالا برای اینکه شما خیلی تعجب، چون ما وقتی کلمه عشق رو میگیم عشقای رمانتیک یادمون میاد، عشق لیلی و مجنون و عشق خسرو و شیرین و وامق و عذرا و نمیدونم رومیو و جولیت و فلان و اینا، و بعدش هم میگیم اینا که همه قصه است، اینا همه تو تاریخ. حالا وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، خیلی خوب، حالا باشه، به ما چه، ما چگونه میتونیم حالا بریم عاشق کی بشیم مثلا، اصلا چنین چیزی. بعدم واقعا دنیا اگر پر از عشاق بشه دیوونه خونه میشه، اصلا نمیشه زندگی کرد. این دنیا با عقلاست که قابل، تازه اینقدر مشکلات داره. شما فرض کنید همین اندک عقل و این تتم عقلی هم که خدا داده ما کنار بذاریم و به اصطلاح عاشقی پیشه کنیم، دیگه جنون اندر جنون میشه. خود عارفان هم که میگفتن دیگه، میگفتن بالاخره این جنون است، عقل نوع عشق، نوعی جنون است. بذارید من برای شما بگم، اتفاقا عشق همچین چیز مشکلی هم نیست. ما هر کدوممون عاشقیم، همه ما که اینجا نشستیم، اما متوجه نیستیم و گاهی هم عشقامون عشقای خوبی نیست، چون عشق خوب با معشوق خوبه.
عشق بدم با معشوق بده و عشق بی معشوق ما نداریم، اما هممون عاشقیم. مولوی در دورانی میزیست که هنوز هیبت اسماعیلیان و اون ترورهای کذایی موجود بود. اسماعیلیان و مخصوصا فرقه صباحیه، پیروان حسن صباح، میدونید اینا دیگه در ترور دستی داشتن، پادشاهان از اونا تنشون در لرزه بود. مشهور است میگن که وقتی که سلطان سنجر به جای لشکرکشی کرده بود، صبح که بلند شد دید که در خیمه خود سلطان یک خنجری در خاک فرو رفته و در کنارش کاغذی سوس نوشته: اون که این خنجر رو اینجا در خاک فرو کرد میتوانست در قلب تو هم فرو کنه. بلند شو، اردو تو و لشکران رو جمع کن و برو. و فردا رفت. خواجه نظام الملک رو اینا خب به قول خودشون کارد زدن، کارد زن بودن. باری این اسماعیلیان این چنین بودن. مولوی از یه جهت هم اینا رو میپسندید، برای اینکه اینا عملیات انتحاری میکردن و عملیات انتحاری کردن به تعبیر مولانا یه عملیه عاشقانه ای بود. خب اینا از جانشون میگذرن. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از کنتراه و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. گفت من مثل اسماعیلیان بی حذرم، یعنی در جان دادن، بلکه مثل اسماعیل فرزند ابراهیم آمادم که سر ببازم. در این دوران مولانا زندگی میکرد که اسماعیلیان یا فداییان، نام دیگرشون فداییان بود، خیلی زنده بودن. مولوی میگوید که مردمان را از فدایی حیرتی است، هر یکی از ما فدایی سیرتی است. که مردم تعجب میکنن که چطور یه عده فدایی شدن، سر و جانشون رو میرن فدا میکنن. ولی اگر درست حساب کنید، درست نگاه کنید، هر کدوم ما یه اسماعیلی هستیم، هر کدوم ما یه فدایی هستیم. سر و جان خودمون رو حاضریم بابت چیزی فدا کنیم. حالا بنده شما رو دعوت میکنم در خودتون مطالعه کنید، نگاه دقیق بکنید، ببینید روز و شب شما برای چی و به عشق چی میگذره. اصلا زندگیتون رو در راه چی دارید خرج میکنید؟ بالاخره صبح بلند میشید تا شب زندگی میکنید، شب دوباره فردا صبح. یه چیزی شما رو میکشاند، یعنی دارید عیناً و واقعاً خودتون رو در راهی فدا میکنید. اون چه راهی است؟ برای چی دارید فدا میکنید؟ ممکنه تا اسمش هم ندونید که دیگه با ویلا، ولی ما داریم این کارو میکنیم دیگه. صبح تا شب ما خودمون رو برای چیزی داریم خرج میکنیم، در راه چیزی داریم فدا میکنیم. ما داریم کاسته میشویم، ما رفته رفته از بین میرویم برای خاطر چیز یا چیزهای اونا. همون معشوقای ما هستن، همون چیزی که شما به هیچ چیز دیگه اعتنا ندارید، فقط اونا رو در نظر گرفتید. این که عاشق آزاد است، خب معنیش همینه دیگه. یعنی از خیلی چیزهای دیگه خودشو آزاد کرده، فقط همش رو متوجه یک یا چند تا چیز کرده. هر کدوم ما همینطوره. اگه نیست شما بگید. شما اصلا روزا از خواب بلند میشید هیچ وقت از خودتون میپرسید که مثلا دیشب مثلا سرعت زمین به دور خورشید چقدر بود؟ دنبالش میرید؟ این کارا رو نمیکنید. شما از این یکی برکناری، صدها هزار خبر و مسئله دیگه تو این عالم هست، اصلا هیچ کاری بهش ندارید. بشنوید یا نشنوید هیچ تأثیر در زندگی شما نمیکنه. خورده خورده اگه دایره رو تنگ بکنید، خواهید دید که شما عاشق چند تا چیزی تو این دنیا دارید، سر و جانتون رو فدای اون میکنید، تمام همتتون برای حفظ اونها و رسیدن به اون. منتها پس عاشقی وجود داره. به یه تعبیر همه ما فدایی هستیم، همه ما عاشقیم، اما معشوقامون بدن. لزوماً معشوقایی که ما اختیار کردیم و زندگیمون رو داریم خرج اونا میکنیم، لزوماً معشوقای خوبی نیستن. یا اگرم خوبن، خوبتر از اونا هم پیدا میشن. توجه میکنید؟ و همینطور اگر شما این نردبان ترقی رو بگیرید و بالاتر برید، اون وقت به اونجا میرسید وقتی که زندگی سنجیده‌ای داشته باشید که بهترین معشوق کدام است. این که سعدی میگفت ای دوست برو به هر چه داری، یاری بخر و به هیچ مفروش. این که آدمی تو زندگی یاری داشته باشه که این یار ارزش فدا کردن زندگی رو داشته باشه، این به معنای عاشقی است. حالا عارفان ما کشفشون این بود که خداوند برترین معشوق است. اون چیزی که میارزه آدم زندگیشو فدای او بکنه،
اون کسی که میارزه آدم با اون معامله بکنه و وقتی که معامله کرد زیان نکنه، هر چی رو که داد چند برابر او بگیرن. اون یک جای دیگری است، یک کس دیگری است که میتواند جواب همه این از دست دادن ها رو بدهد و ما رو به وصال خودش برساند. مادون او در واقع ارزش عاشقی ندارد. من با گفتن این سخن مطلقا عشقهای زمینی رو نمیخوام نفی بکنم، نفی هم نکردم. من برای شما گفتم، حافظ به ما گفت که ما آدمیم و عاشقی جز به شؤون انسانی است. اینی که یه انسانی عاشق یه انسان دیگری میشه، بلکه اگر این عشق پاک باشه، نیکو باشه، آمادگی، طهارتی و استعدادی در نفس پدید میآورد که آدمی رو آماده ورزیدن عشقهای برتر میکنه. این که مولوی میگفت عاشقی گر زین سر و گرزان سر است، یعنی چه عشق زمینی چه عشق آسمانی، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. میخواست بگه این عشقهای زمینی هم خیلی لطیف هم، خیلی عالی هم، به هیچ وقت جای ملامت ندارن، نباید اونا رو پست و پلید انگاشت، مطلقا اینطور نیست، حقشون رو هم باید دانست. من یه وقتی چند سال بعد از انقلاب بود، آقای مخملباف رو دیدم، بهش گفتم که ببین فلانی تو از این فیلم‌های مختلف زیاد ساختی، حالا دیگه وقت اینه که بری یه فیلمی راجع به عاشقی بسازی. و گفتم که ببین این مقوله میون ما خیلی بد معنا شده، بد تعریف شده، مقوله‌ای که تمام ادبیات ما پر از اونه، این اگه دربارش فیلمی نساخته بشه که چی؟ یا اگر ساخته بشه و حق مطلب ادا نشه که چی؟ که فیلم نوبت عاشقی رو ساخت اگر دیده باشی، و تعبیرش رو هم، نامش رو هم از اون شعر سعدی گرفته بود که می گفت که گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدی یا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی رسیده بود و الحمدلله پای این مقوله در سینمای ایرانم تا حدودی باز شد. من وقتی که در وزارت ارشاد جزو مشاورین آقای خاتمی بودم، وقتی ایشون وزیر بود، به ایشون گفتم جناب آقای خاتمی من یک معیار به شما میدم، چون بحث این بود که چه چیزهایی رو اجازه بدیم منتشر بشن یا نشن، چه فیلمایی. ایشون مشورت میکرد، تصمیم رو البته خودشون میگرفت. من بهشون گفتم فرمول من برای شما این است، اون چی که در ادبیات گذشته ما مجاز بوده و ممنوع نبوده شما مجاز بگذارید و منع نکنید. ما یک ادبیات بسیار غنی داریم و در صدر اونها و گل سرسبد اونها این مفهوم عاشقی است. اگر بنا باشه ما این رو هم سرکوب کنیم و قدر این رو نشناسیم، اجازه ورودش رو به ادبیات ندیم، به فیلم ندیم، به هنر ندیم، دیگه چه برای ما باقی میمونه؟ یه ادبیاتی که شما اسارش رو کشیدید، توفاله کردید، بعد میخواد اون رو رایج بکنید. گفتم وقتی دیوان حافظ تو دست مردم هست، وقتی دیوان سعدی تو دست مردمه، وقتی مثنوی تو دست مردم، اینا هر صفحهش رو باز کنید به شما از عاشقی سخن میگن، وقت شما میخواید جلو این رو بگیرید، شما میخواید این رو منع بکنید، میخواید هنر رو از ورود به این عرصه باز دارید، نشدنیست، شکست میخورید، تازه پیروزم باشید این شکسته. برای اینکه این چه پیروزیست که آدم این گرانبهاترین کالای هستی رو در زندان بگذارد، ممنوعه اعلام بکنه. پس ببینید سخن در این نیست. حافظ وقتی که با زاهدان در میپیچید، میدونید که اصل سخنش این بود، میگفت زاهدان یعنی کسانی که تو این دنیا زهد میورزن از چند صفت برخوردار نیستن. اولینش صفت خوشخوییه. زاهدان آدم های عبوسی هن. حالا شما به جای زاهد بگذارید آدم هایی که خیلی متشرب و مقدس هن. فقط اهل خوف از خداوند. حرف حافظ این بود، میگفت اینا آدم های خوش برخوردی نیستن، آدم های خوش خوی نیستن. بارها حافظ به این نکته اشاره کرد، از پشمینه پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه.
گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کنم. عبوس زهد به بچه خمار ننشیند، غلام حلقه دردی کشان خوشخویم. تعبیر خوشخویی که در دیوان حافظ آمده است از پیامدهای ساده عاشقی است. آدمی که از محبت بهره نبرده، از عشق بهره نبرده، آدم منقبضی است، اهل قبض است. شکوفایی در روح او حاصل نشده است، مثل یک غنچه نارسیده است. وقتی که این بوی محبت به او میرسه، تازه شکفتگی حاصل میکنه، یعنی انسان تر میشه، انسان پر و بال باز میکنه، جهان رو بهتر میشناسه. اما خوشخویی اولین تأثیری است که شما از زیست عاشقانه دارید، خیلی چیزی بالاتر از این است. مولوی که پیامبر عشق است به نظر من و خودش هم به این امر تصریح کرده، میگه این نیمه شبان کیست چون مهتاب رسیده، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین ولوله در شهر فکنده، در خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. تعریفی که مولوی از عشق میکنه این که یه دست کلیده، درهای بسیاری بسته است که با کلید عقل نمیشه باز کرد، اما با کلید عشق میشه اونها رو باز. این تفسیر فوق العاده است که شما از مولوی میشنوید. فقط خوشگویی نیست، خود مولوی هم اینو اشاره داد، تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و با وفایی، دو جهان به هم برآید چو جمال خود نمایی. این انبساط، این شکوفایی رو درو نشان میده، اما چیزی بیش از این. میگه آدم عاشق یه چشم تازه‌ای پیدا میکنه، یه گوش تازه‌ای هم پیدا میکنه. این همون نقش آموزگاری عشق است. اون که تاکنون میگفتم آزادگی، نقش رهایی بخش عشق بود. وقتی که در مواجهه با شمس تبریز، میدونید آخرین سخن مولانا چی بود؟ گفت شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد، هر چی ما عقلمون رو به کار بندازیم نمیتونیم تو رو بشناسیم. یک چشم دیگری باید باز کنیم، یک ابزار دیگری رو باید به کار بگیریم که بتونه تو رو ببینه. در کلمات دیگر مولانا هست چقدر زیباست، میگه مردم میان میگن که ما شمس تبریز رو دیدیم، نه خواجه تو ندیدی، ما دیدیم. مردم مدعی میشوند که ما شمس تبریز رو دیدیم، نه خواجه تو ندیدی، ما دیدیم. یعنی اون چشمی که ما داریم و او رو دیدیم و شناختیم که تو نداری. تو دیدی چی دیدی؟ دو تا چشم و دو تا ابرو که همه دارن. ما شمس تبریز رو دیدیم، نه خواجه تو ندیدی، ما دیدیم. شمس تبریز تو را عشق شناست نخرد. این همون چشمی است که مولانا میگه میتونه باز کنه. من نمیدونم من چجوری میتونم این رو برای شما توضیح بدم. آدم عاشق زیبایی ها رو میبینه، آدمی که اهل عشق نیست نمیتونه زیبایی ها رو ببینه. در زشترین چیزها شما زیبایی ها رو میبینه. اصلا عاشقی کشف حسن است، حسن عاشقی می آفریند و عاشق زیبایی و حسن رو می بیند. این دوتا با هم نسبت مستقیم دارند. آدمی که چشم عاشقانه او در این جهان گشوده نشده است، بی بهره از زیبایی هاست. بذارید یک نکته رو از شیخ شهاب سهروردی براتون بگم. به پایان سخن نزدیک می شیم. شیخ شهاب الدین سهروردی که افتخار ما ایرانیان است، زاده زنجان است، در قریه سهروورد زنجان. مردی بود که بیش نزدیک 30 و چند سال بیشتر عمر نکرد و عاقبت هم به دست ستمگران و کژندیشان به قتل رسید. میدانید مؤسس فلسفه است به نام فلسفه اشراق که یکی از مکتب مهم فلسفه اسلامی است، فلسفه مشائی، فلسفه اشراق و فلسفه حکمت متعالیه سجودین شیرازی. فلسفه اشراق میان این دو تا قرار گرفته است که مبتدی بر نور است و کلمه اشراق هم از همون است. علاوه بر کتاب‌هایی که این مرد به عربی نوشته که زبان علمی روزگار او بود، چندین رساله هم به فارسی نوشته است. رساله‌های فارسی او آیتی است در فصاحت
در شیرینی کلام و در پرمغزی. چاپ شده مجموعه رسالات مرحوم شیخ شهاب سهروردی چاپ شده است. اسم این رساله ها خودش گویاست: عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، روزی با جماعت صوفیان، قصه قربت غربیه و امثال اینا. یکی از این رساله هم هست در حقیقت عشق. مثلا عشق حقیقتاً چیست؟ واقعا ابتدای این رساله که به زبان فارسی هم هست، شیخ شهاب این شعر رو نوشته: گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنود. یعنی اصلا اگه این عاشقی نبود، زبانها وا نمیشد، نطقا وا نمیشد، این همه حرف زیبا تو عالم اصلا پدید نمی آمد. واقعا همینطور. این همونیست که میگیم که زبان رو باز میکنه. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. خب در این رساله سه قهرمان هستند که در داستان این رساله کوتاه بازی میکنن. یک قهرمان اول حسن، یعنی زیبایی، قهرمان دوم عشق، قهرمان سوم حزن، یعنی غم، که میگه این سه تا همزاد یکدیگرن. اگر اون غزل حافظ رو شما به یاد داشته باشید، اون غزل حافظ که دو قرن پس از شیخ شهاب آمده است، دقیقاً به نظر من ترجمه شعری این رساله شیخ شهاب سهروردی است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. عقل میخواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه اون زلف خمندر خم زد. حافظ اون روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. این غزل رو بعداً دوباره بخوانید، هم توش مفهوم حسن، هم مفهوم عشق هست، هم مفهوم غم، یعنی حزن. این سه تا هم زاد یا سه برادر که سهروردی اونجا در رساله خودش می آورد، می گوید که اول حسن پدید آورد، خداوند تجلی زیبارویانه ای کرد، از کنار حسن عشق پدید آمد، از کنار عشق هم حزن یعنی غم پدید آمد. حسن رو به یوسف دادن، عشق رو به زلیخا دادن، غم رو به یعقوب دادن. یعقوبی که گریان بود در فراغ فرزند، و زلیخایی که عاشق یوسف بود، و یوسف که حسن مجسم و مجسمه حسن بود. و بعد نقش آفرینی های اینها رو در عالم، چگونه عشق به کنعان رفت و یوسف به مصر رفت و اون برادران نزد او رفتن، و حزن به پایبوس عشق و حسن رفت، به خوبی اینها رو بیان میکنه. در حقیقت به شما میخواد بگه که از کنار حسن عشق زاده میشود. آدمای عاشق کسانی هستند که تو این جهان یه زیبایی رو کشف کردن. عشق چشم زیبایی بین به اونها بخشیده است، مفتون این جمال شدن. آدمی که زیبایی نمیبیند کور در این عالم، آدمی که زشتی میبینه کور است در این عالم، عالمی که قدرت کشف زیبایی ها رو ندارد محروم است در این عالم. و عاشقی نه تنها رهاننده است، بلکه آموزگار است، آموزگار دیدن و کشف و فهمیدن زیبایی و حسن در این عالم. خب ببینید، حسن هم دو جور داریم دیگه. یکی حسن ظاهری داریم، حسن جسمانی داریم که خیلی هم خوبه اما زایل شدنی است. یه حسنهایی داریم برتر از حسن جسمانی که اونا فراتر از این حسنهای فاسد و فانی می روند. اونجاست که شما می توانید کمال عاشقی رو پیدا کنید. حالا شما نگاه کنید، آدمی که تعلقاتی نداره،
آدمی که چشم زیبایی بین در او باز شده است. آدمی که فراتر از سود و زیان عمل میکند. آدمی که دیگران را به چشم یک ابزاری برای رسیدن به مقصد خودش نمیخواد. حتی خدا را به منزله یک ابزاری برای روا شدن حاجات خودش نمیخواد. آدمی که خوشخوست. آدمی که به زید و عمر مثل باران به قول مولانا بر پاک و پلید میبارد و میریزد. آدمی که از فرط عاشقی با خودش در صلح، با خودش در جنگ نیست، کشمکش نمی کند با خودش. یه چنین آدمی اخلاقی که هیچ، فوق اخلاق نیست. یه چنین موجودی خودش گلستان جهان رو گلستان نمی کنه. حقیقتا همینطور است و مفهوم عاشقی همین است و پیامد عاشقی همین است. و لذا در پایان سخنم شعر حافظ رو دوباره میخونم براتون که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دعا میکنم همه ما بتوانیم نقش مقصود رو از کارگاه هستی بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله. من یک سوال مطرح میکنم از دوستان. دو تا سوال تقریبا با همین مضمون اومده که پرسیدن. شما فرمودید که خدا رحم ندارد، پس تفسیر شما از بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ بله البته خدا به همه رحم کنه انشالله. ما در توضیح این کلام بالاخره باید حد رو نگه داریم. ببینید خداوند خب انسانوار نیست و به تصریحی که در قرآن داریم که لیس کمثله شیء، هیچ از هیچ چیزی مثل خدا نیست. خداوند نه مثل طبیعت است، نه مثل ملائکه است، نه مثل انسان است. هیچ کسی که شبیه هیچ کس نیست. و من گاهی دیدم در بعضی از نوشته های مسیحیان می نویسن خداوند یه روحی است. نه، خداوند روح هم نیست. هر چرا که ما تصور کنیم خداوند مثل او نیست، بنابراین غیر قابل تصور است، فوق تصور است و به اصطلاح مولانا بی صورت است. هیچ صورتی رو نمیتوان صورت او دانست و اون چه اندیشی پذیرای فناست، اون چه در اندیشه ناید آن خداست. خدا در اندیشه نمیاد. لذا هر چرا که ما میشناسیم مخصوصا تو عالم انسانی و با اون آشنایی داریم، اینها رو نباید به خداوند نسبت بدیم. ما یه چیزی داریم به نام دلسوزی و رحم و شفقت در عالم انسانی که خب میدونیم چیه، چون خودمون انسانیم و تجربهش رو داریم. وقتی که کسی عزیزی رو از دست میده آزرده خاطر میشه. وقتی که شما محتاجی رو، مستمندی رو میبینید، رحم شما، شفقت شما میجنبه. طبیبی که بر سر بیماران میره و با اون شیوه عاشقانه سعی در درمان بیمار میکنه، به هر حال از رحم و شفقت برخوردار و امثال این. ولی در مورد خداوند هیچ کدوم اینا صادق نیست. برای اینکه خداوند عاطفه نداره، دل نداره، قلب نداره، هیچ یکی از این خصلت‌های انسانی رو نداره. و همین دلیل هم شما میبینید که به راحتی جون آدم ها رو میگیره. ما حق نداریم جان کسی رو بگیریم و اگه کسی آدم بکشه او رو خیلی انسان بدی میدونیم. آدم کشی گناهان کبیره است. ولی خدای معمولی داران رو عزرائیل که روزی هزاران نفر رو جونشون رو میگیره برزینه. و به این دلیل است که ما میگیم به خداوند نسبت رحم به معنای بشری رو نباید داد. رحمت دارد اما رحم به معنای بشری نداره. هیچ چیزی، خدا علمش هم مثل علم آدمیان نیست، حکمتش هم مثل حکمت آدمیان نیست. ما این درست این الفاظ رو به کار میبریم و چاره هم نداریم، چون لفظ دیگری نداریم. زبان ما با همین واژه ها ساخته شده است و ما نمیتونیم یه زبانی از نو اختراع بکنیم. اما وقتی که به کار میبریم باید بدانیم که ما این زبان رو برای این جهان انسانی خودمون ساخته ایم. از این جهان انسانی که پا بیرون میذاریم این واژگان مجازی میشوند، یعنی معنای حقیقی خودش رو از دست میدهند. درست شبیه این که ما همین واژه ها رو میتونیم برای طبیعتا به کار ببریم. مثلا میگیم خاک تشنه است. خب خاک که واقعا تشنه نیست. توی تابستونی که آفتاب میخوره
ما خودمون رو با او قیاس یا او رو با خودمون قیاس میکنیم که یه چنین سخنی میگه. تمام این مجازاتی که شاعران میگن، نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب میشود. غمی که آب میشه، غم که آب نمیشه. این عشق رو فروغ فرخزاد مثل آب شدن و ذوب شدن غم دیده است و با ما در میان میگذاره. باری اگر ما کلمه رحم و عطوفت رو درباره خدا به کار میبریم، که بهتر از همون کلمه رحمت رو به کار ببریم که یک معنای وسیع تری داره و از شأن انسانی فراتر رفته است، باید بدانیم که اینها همه کاربردهای مجازی است و این الفاظ در عالم انسانی به معنای حقیقیش به کار میره، در عالم الهی به معنای مجازی او به کار میره. ما در عالم انسانی مثلا گاهی ممکنه رحم و شفقتی بورزیم که خودمون ندونیم، خلاف حکمت باشه، خلاف مصلحت باشه، اما چون آنن دچار یک احساس انسانی شدید میشیم، بلافاصله عکس العمل نشون میدیم، رحم ما میجنبد که خوبم هست، ما آدمیم، ما به همه چیز وقوف نداریم، ما درهای آینده به روی ما بسته است و دیدی نداریم از اینکه در آینده چه اتفاق خواهد افتاد. ولی رحم و شفقت خداوند منوط به علم اوست، منوط به حکمت اوست و به همین سبب وقتی که ظاهر میشه، ای بسا که آدمیان از خدا گله‌مندن باشن که چرا فلانجا رحم نکردی، چرا فلانجا شفقت نکردی، فلان بچه رو یتیم گذاشتی، مادر سرطانیش رو زود از میان بردی، چنین چنان، که علی الظاهر خیلی خلاف رحم و عطوفت میاد. ولی باید به یادمون باشه خدا انسان نیست و اینها اگرچه با رحم و عطوفت انسانی سازگار نیست، اما با اون مقامی که خدا نشسته است و از اون منظری که او در عالم نظر میکند و اون صحنه وسیع جغرافیایی که زیر نظر اوست، این حوادث همه در جای خود مینشیند. از نظر ما که خب نه تاریخ و نه جغرافیا زیر احاطه ما نیست، پاره از این کارا ممکنه خلاف رحم شمرده بشه. علی ای حال نه، خداوند به معنای انسانی کلمه رحم ندارد، همچنان که معنای انسانی کلمه علم ندارد، حکمت ندارد. همه چیز او در خور او، نه در خور ما. متشکرم. اگر در جایی عشق و اخلاق در تضاد با هم قرار بگیرند و دنبال کردن یکی ملتزم زیر پا گذاشتن دیگری باشد، اولویت با کدام است؟ ببینید، مولانا گفت عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. ناموس یعنی اخلاق، ناموس یعنی چیزی رو عزیز و محترم داشتن، حتی اگر اون چیز ارزش‌های اخلاقی باشه. ناموس معناش اینه، ما در زبان فارسی معمولا ناموس مثلا به خانواده میگن، مرد وقتی میگه ناموس من یعنی زن من مثلا. این ناموس البته معناش این یعنی منحصر در این، هر چیزی که برای شما مقدس است، هر چیزی که عزیز و محترم است و شما حفظش میکنید و بر او و بر از دست دادنش خائفید، به این میگن ناموس. کلمه اصلا البته یونانی است، میدونید ناموس که در زبان عربی به شکل ناموس بنامند. مولانا خیلی به صراحت این رو میگه، یعنی این امری نیست که بر این بزرگان پوشیده مانده باشد. عشق و ناموس ای برادر راست نیست. اینم در دفتر اول مثنوی، همون اوائل دفتر هست. بر در ناموس ای عاشق مایست. حرفش اینه، میگه اگر چیزی برای تو مقدستر از عشق است، هرچی میخواد باشه، تو اهل عاشقی نیست، برو کنار. شخص عاشق همه نوامیس خود، یعنی عزیزهای خود، مقدسات خود رو قربانی میکنه و پروایی هم در این راه نداره. به تعبیر خود مولانا باز در جای دیگه، شخص عاشق قمارباز است، میبازد، یعنی قمار میبازد بدون اینکه امید به برد هم داشته باشه. خنک قماربازی که بباخت آنچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این بیتش مولانا رو من بارها نقل کردم. این در حقیقت میتوان گفت که بر تارک شیوه عاشقانه مولانا مینشیند. اصلا
شمس تبریزی مولانا رو به همین دعوت کرد، چیز دیگه نبود. گفت من تو رو به یه قماری دعوت میکنم، ضمانتی هم برای برد نمیدم، اگه حاضری پا در این قمار بذار. مولانا قمار کرد و به خیال خودش برد و پیروز شد. بعد از اون میگه که من دوست دارم یه بار دیگه مثلا قمارها بکنم. خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. تنها چیزی که براش باقی مانده بود این بود که فرصتی پیدا کنه یک بار دیگه هم پا در چنین قماری بگیره. یعنی آماده بود همه چیز رو ببازه. این همون است که عشق و ناموس ای برادر راستی. حالا چرا عشق با اخلاق میتونه معارض بشه؟ خیلی جهان میشه، یعنی باز این امر بدیعی نیست. ببینید مولانا در همین دفتر اول مثنوی وقتی که داستان طوطی و بازرگان رو آغاز میکنه، در اونجا ذکر میکنه که وقتی که بازرگان میخواست به هند برود، شنیده اید قصه رو دیگه، همه اهل خانه رو صدا زد که هر سوغاتی میخواید بگید من براتون از هندوستان بیارم. یه طوطی هم داشت در خانهش. به طوطی گفت تو چی میخواید؟ گفت من چیزی نمیخوام، فقط رفتی هند به طوطیان هند بگو که یه طوطی ما در منزلمون داریم، همین فقط همینو بگو که فلان تا طوطی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. گفت فقط همین پیغامو به اونا بده، من چیزی دیگه نمیخوام. گفت خیلی خوب، و رفت و این پیغام رو گذارد. و میدونید داستان خیلی زیبایی است. و همین که اینو گفت که دفعه توتی ها همه افتادند و مردند، و بازرگان خیلی هم بر سر و روی خود زد که این چه پیغامی بود من دادم و چرا باعث مرد توتیان شدن. باری برگشت و سوقاتی های همه رو قسمت کرد و نوبت به توتی که رسید گفت که بله من پیغام تو رو که دادم همه افتادن مردن. تا اینو گفت اونم افتاد و مرد. و بعد مدتی باز نشست و گریه و زاری، و بعدش هم توتی رو از قفس پرتاب کرد بیرون که دفعه توتی جان گرفت و رفت بالای شاخ نشست و الی آخر. چه حرفا نقض و بدیعی که مولانا در این داستان آورده است. از همین اول که شروع میکنه و این که توتی به بازرگان میگوید که وقتی اونجا رفتی بگو که فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست، یک دفعه خودش یاد فراق خودش میفته باشن و دیگه عنان سخن از دست میده. برای مدتی طوطی و بازرگان و همه میرن کنار و این مولاناست که طوطیوار از عشق خودش سخن میگه. ای حریفان با بت موزون خود، من قدح ها میخورم از خون خود. اینها رو میگه ای عجب اون عهد اون سوگند کو، وعده های اون لب چون قند کو. ور فراق بنده از بدبندگیست، چون تو با بد کنی پس فرق چیست. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرب تر از سماع بانگ چنگ. ای جفای تو ز راحت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم اون جور را کمتر کند. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. این نه بلبل این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش های عشق او را خوشیست. والله هر زین نار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. همینطور میگه و میگه و میگه، بعد خودش احساس میکنه که اصلا عنان کلام از دستش در رفته. بند کن چون سیل سیلانی کند، به خودش نهیب میزنه که بس کن، سخن رو متوقف کن، اینطور سیلوار نگذار که این آتش ها از دهان تو و از قلم تو بیرون بره. به خودش خطاب میکنه، بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. و بعد جواب خودش رو میده، من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر.
ما بها و خونبها را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم هر ستارش خونبهای صد هلال خون عالم ریختن او را حلال. خب اجازه بدین بقیهش رو نخونم براتون. فوق العاده است، برید خودتون بخونید. آخرش میگه غرق عشقیم که غرق استن در این عشقهای اولین و آخرین. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم لبها بسوزد هم دهان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. غرض من در تعارض عشق و اخلاق اونجا بود که گفت که زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. ببینید اخلاق مراعات حد وسط است، یعنی شما به قول مولا نه زیر دریا باید برید نه بالای، همچنین روی دریا باید شناور باشید، این حد وسط است. مولوی میگم برای عاشق زیر دریا و روی دریا هیچ فرقی نداره، خودشو با آب و آتش میده. قناعت معنی نداره، قناعت در اخلاقه، نه پرخوری نه کمخوری، نه زیاده روی نه کم بهره یابی، در این حد وسط. ولی همین مولانا میگه چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بردازی. میگه اگر عاشقی از من میخواهد که من زیاده بخواهم، خاک بر فرق قناعت. اصلا مولانا میگه در همه چیز زیاده خواهی بده مگر در عشق، هر چی بیشتر بخوای بازم جاده. به این معنا اصلا عاشقی غیر اخلاقی بودن است. اخلاقی بودن یعنی خیلی در حد بد، یعنی محافظه کار بودن، که در عالم اخلاق خیلی هم خوبه، اما در عالم عشق زیاده خواهی شرط است. اونجا محافظه کار ماندن و کم خواستن و به کم قناعت کردن اصلا ادب مقام نیست. عبارت دیگر، اصلا به قول مولوی ادب عشق جمله بی ادبی است. اخلاق یعنی ادب، ادب نگه داشتن، ادب مقام رو نگه داشتن. منظور از ادب نیست که دو زانو بشین مرتبانه، ادب هر مقام، سر سفره یک ادبی داره، کلاس درسی ادبی داره، جنگ یک ادبی، اینا هم اخلاق مقام. منتها مولانا میگه نبض عاشق بی ادب برمی جهد، اصلا از اول بی ادبی، سر خلاف عرف است کارش. نبض عاشق بی ادب برمی جهد، خیش را در کفه شه می نهد. با ادب تر نیست زو کس در نهان، بی ادب تر نیست زو کس در جهان. و بعد توضیح میده که چگونه این بی ادبی و با ادبی با هم جمع میشه. وقت در آخر میگوید که خیلی عجیبه، بی ادبی عاشق این است که خودش رو هم رتبه معشوق هم نشین او میخواهد. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش اون سلطان فناست. میگه در ظاهر شخص عاشق مدعی عشق است، مدعی و خواستار وصال و معشوق، اما در واقع عاشق اونقدر فانیه که اصلا ادعایی نداره، دعوایی نداره، ظاهرا مدعی است، میگه من عاشقم. حتی در عالم عاشقی این ادعا هم وجود نداره. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش اون سلطان فناست. حالا مثالی که میزنه یکی از حکیمانه ترین مثال هاست. برای کسانی که به فلسفه های تحلیلی آشنایی دارن این مثال خیلی آموزنده است. میگه وقتی که ما میگیم عاشق فانیست، ممکنه یه توهمی رو پدید بیاره. مثال میزنه، میگه مات زیدون، زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست، کو عاطل بود. وقتی که ما میگیم زید مرد، از نظر گرامری میگیم زید فاعل، مردم فعل دیگه. بعد مولانا میگه که خب این از نظر دستوری درسته، ولی کسی که مرد کدوم فاعلیه است، چه فاعلی؟ و اصلا ما داریم میگیم رفت مرد، او زروی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مقتول و موتش قاتل است. مات زیدون، میگه مات زیدون، مات فعل است و زیدون فاعل، ولی زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست، کو عاطل بود. میگه وقتی که میگیم عاشق عاشق است، مثل اینکه میگیم زید مرده. اصلا
فاعلی در این باقی نمیماند. فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. اصلا مردن یعنی سلب فاعلیت، عاشق شدن سلب وجود و فاعلیت. فکر نکنی یه کسی هست و میگه من چنینم و چنین ادعاهایی دارد. اینا همون به اصطلاح غیر اخلاقی بودن. ببینید این که کسی میپرسه اگر تعارضی بین عشق و اخلاق افتاد چه کار باید کرد، این کس دو کس است. یا یه آدم اخلاقی است یعنی عاشق نشده، ما به اون میگیم نه شما باید حرمت اخلاق رو پاس بدارید، تمام شد. اگر عاشق شده اون اولا نمیاد بپرسه، اگرم پرسید ما بهش میگیم به همون حکم عشق عمل کن، گرچه نمیپرسه خودش هم عمل میکنه. این سوال سوال غیر عاشقانه است، اشکالی هم نداره و جوابش هم خیلی روشنه. تعارض بین عشق و اخلاق، بله شما که عاشق نیستی باید به اخلاق عمل کنی، تمام. ادای عاشقان رو که نباید در آورد، مصنوعا که نباید جامعه عاشقی پوشید. اما اگرم عاشق اولا نمیاد